جان. با سلام و درود به عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار به کامتون باشه. این داستان پروپاگان و دروغ‌های بزرگ اسرائیل برای توجیه نسل‌کشیش در غزه و بر علیه فلسطینی ها که غربم بر اساس این اطلاعات به اصطلاح به طور یک پارچه از اسرائیل حمایت کردن، یکی یکی برملا میشه و دروغگوی های بسیار بزرگ اسرائیل. یک روزنامه، یک رسانه اسرائیلی بامداد یک شنبه فاش کرد که حمله 7 اکتبر و مراسم موسیقی توسط یک بالگرد خودی و نه نیروی حماس صورت گرفت. با گزارش هارتس، بر اساس تحقیقات پلیس اسرائیل، یک بالگرد ارتش روز 7 اکتبر به سمت اسرائیلی های حاضر در مراسم موسیقی بیابانیش شلیک کرده است. اون صحنه هولناکی که وجود اومده و فرار به سراسیمه اسرائیلی ها توی این جشنواره یا جشن موسیقی اتفاق افتاد. طبق این تحقیقات که نیروهای حماس در روز 7 اکتبر اطلاع قبلی از برگزاری جشن موسیقی نداشتن که در این جشن 364 اسرائیلی بر اثر حمله هوایی خود ارتش اسرائیل به قتل رسیدن. هارتس نوشت که تحقیقات پلیس نشون میده که بالگرد آپاچی از آن اسرائیل در 7 اکتبر زمان حمله حماس شرکت کنندگان در جشنواره موسیقی در نزدیکی شهر کرائیم در اطراف نوار خضرا بمباران کرد. این در حالی است که اسرائیل حمله به این مراسم را به عنوان بهانه خودش برای تارمار کردن و نسل‌کشی در فلسطین مورد استفاده قرار داد و من حملات همه جانبه غزه اعلام کرده که در این راستا کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا از جنایت اسرائیل و چراغ سبز کشتار در جمعی فلسطینی ها را صادر کرد. و این مسئله به طرز شگفت‌آوری حکایت از چیز را داره که به اصطلاح این داره که همه هم تبلیغاتشون بگر نگیم همه ولی بخش اعظمش دروغ برپای دروغ و خبر دروغ و به اطلاعات دروغ اینا این سازماندهی وحشیانه بربرمنشانه حمله به مردم فلسطینی در نوار غزه رو سازمانده. و خشم مردم جهان رو برانگیختن. به زودی مجسم شد که این تعداد دروغگویا آشکار شد و مردم جهان هم یک بارچه نسبت به این مسائل واکنش نشون دادن. از تظاهرات عظیم در اروپا، در آسیا، کشور اسلامی، حتی به تایوان هم رسیده دیگه.
اما مطلبی که تأکید میکنن روش به اصطلاح این دولت آلمان به طور مشخص با حمایت از دستکشی اسرائیل از تاریخ چیزی نیاموخته. خب این یه گناهی کردن، اینا هولوکاست رو وجود آوردن و الان ثمرش این است که بر علیه مسلمان ها در آلمان به کارزار وسیر را انداخته. بسیار سیاست مدار راست میانه آنها اعتراضات همبستگی و فلسطین را به عنوان اعتراضی ضد یهودیت مطرح میکنند و از آنها برای درخواست ایجاد و اجرای محدودیت بیشتر مهاجرین استفاده میکنند و بر علیه مهاجرین هم قوانین خیلی تندی رو به مرحله اجرا گذاشتن. خب بگذاریم از اینکه این چه عواقبی داره برای خود آلمان، در حالی که بسیار از کشورها از جمله فرانسه از اسرائیل میخوان در برابر حملات بیرحمانه که بیش از الان به اصطلاح از مرز 12,000 هم گذشته کشته شده، بیش از 5,000 کودک، 3,500 زن و تمام دروغگویی های دومیش که حماس اینجا این بیمارستان تبدیل به پایگاه کرده بوده، الان از طرف پزشکان به اصطلاح چیز رفتن اونجا، سازمان جهانی بهداشت، همه گفتن که اینجا را تبدیل به گورستان و کودکان کرده و تمامشون چیز کردن، این نهادها برخورد کرده. اما 88 سال پس از هولوکاست آلمان باید تاریخ خود را درس بگیره از تاریخ خود که یک نسل‌کشی را نمیتوان با امکان دادن یا همدلی و همکاری به نسل‌کشی دیگه جبران کرد. به همین ترتیب کسانی که معتقدند تحریک احساسات ضد اسلامی و ضد مهاجرت مسئولیت تاریخی آلمان برای مبارزه با یهودی‌سازی را برابر خواهد کرد از تاریخ هیچی نیاموختند. دولت آلمان باید از ابراز حرفای مفت و شعاری و تو خالی درباره حقوق بشر دست بردارد و سیاست داخلی و خارجی خود رو با جدیت فراوان دنبال بکنند. خب این مسئله که این بودیم، این رو هم اضافه کنم که مثلا آیا ایران وارد جنگ میشه؟ وزیر خارجه ایران در مصاحبه با فاینانشال تایمز اظهار کرده که طبعا به اصطلاح به جهت ارتباطی که ما با ایران با این گروه ها داریم، از نقش این گروه ها در کمک به امنیت منطقه حمایت میکنیم. ما هیچ توصیه به هیچ یک از گروه هایی که در منطقه حضور دارن نمی کنیم. اینها مثل حزب الله، حماس، جهاد در مقابل تجاوزات اسرائیل و اشغالگری اقدام می کنن. این گروه های هم به نام حشد شعبی و در سوریه بر علیه داعش مثلا حرکت کردن. این که چرا ایران وارد جنگ نمیشه تا با حماس کمک کنه، به خاطر اینکه مقاومت خود از توانایی بالای برخوردار است. همونطور که این بخش رو شاهد هستیم امروز توی یمن اتفاق افتاد که کشتی انگلیسی با سهامداری عمده یک تا اسرائیلی که صاحبش است تصرف کردند و یک بحران جهانی
ایجاد کردن. اسرائیل هم خواهان اجرای قوانین بین المللی در این شد و آمریکا رو به شدت تحریک میکنه که وارد جنگ بشه و وارد برخورد بشه. نمیدونم وقتی که بیمارستان را بمباران میکرد آنها قوانین بین المللی نیست، وقتی کودکان رو میکشه نه قوانین بین المللی نیستن. و اینجا که یک کشتی تصرف شده، گروگان گرفته شده، هیچ کس هم کشته نشده، اینجا به شدت خانه برخورد شدید هست. وقت این وضعیت در مورد خود ایران به چه صورت میره؟ و هر طور شده میخواد جنگ رو اسرائیل به ایران بکشونه و در مرحله بود به جنگ زمینی، سرنوشت جنگ توسط مقاومت در داخل دست رقم میخوره. علی رغم کشتار بیش از مثل 14500 غیر نظامی، علی رغم جنایت زیادی که در این نسل کشی شکل گرفته، ولی مقاومت تازه وارد مرحله عملی شده. اونا میگن اونقدر امکانات دارن که در غزه نیروهایشان را برای روزی که رژیم اسرائیل وارد جنگ زمینی شد حفظ کردن. تازه از نظر آنها به اصطلاح جنگ واقعیش در رو در روی با سربازان اسرائیلی روشن میکنه. رژیم اسرائیل با امکانات آمریکایی و با تسلیحات خودش داره فقط بمباران کرده، اما در روزهای اخیر صحنه نبرد تغییر کرده. بعدا فرصتی جنگ رو در رو بین نیروهای فلسطینی و رژیم اسرائیل مشخص میکنه. نیروهای مقاومت هفته ها منتظر این روز هستن. خب آقای سلیمانی، در مورد مسئله که در اتفاق میفته در سطح جهان چه چیزایی داریم که با سلام خدمت شما. به نام خدا، امروز یک شنبه 28 آبان 1402، 19 نوامبر 2023. در این 44 روزه، فکر کنم 44 روز شد، ما نقض همه قوانین جهانی رو دیدیم که دنیای غرب که خودش این مؤسسات رو درست کرده، تمام این سامانه ها رو درست کرده که قوانین بین المللی، حقوق بشر و هر چیزی رو که اینا فکر میکنین درش نوشتن. و متوجه شدیم بعد چند سال، مخصوصا در 10 سال گذشته، که اینا رو بیشتر برای منافع خودشون، یا اگه نگیم همش برای منافع خودشون بوده، که هر موقع بخوان این قانون رو بزنن تو سر مردم دنیا، بگن که قوانین بین المللی، حقوق بشر اینو میگه، شما باید اینطوری رفتار کنی. با اگر مثلا شما روسیه هستی تو اوکراین کاری کردی، نباید مثلا بمبارون بکنی کسی رو، یه خونه مثلا بمب خورده توش. ولی وقتی اسرائیل خودشون چپ و راست بمب میدن، 30,000 تن بمب میرزه سر مردم غزه، زن و بچه و همه رو اینا میکشن، اصلا اینا عین خیالشون نیست. وقتی شما نگاه میکنی میبینی که چیزی که برای اینا مهمه فقط اینه که خودشون حرفشون جلو بره. با شما میبینی الان مثلا سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هگاری میگه ما هزاران تن، صدها تن بمب ریختیم تو غزه و هدف ما نابودی غزه است، نه دقت در کجا این بمب بیفته. خب دیگه ما دیگه چی بگیم؟ خود آقای نتانیاهو چی میگه؟ میگه ما غزه رو به جزیره نابودی، تخریب میرسونیم. خب اینم که رئیس جمهورشن آقای هرتزل، تمام این که مردم مسئول این چیز هستن، این حرفا و اینا که راجع به غیر نظامی میزنن، اینا اصلا اینا درست نیست. اینا همه نظامی هن. یعنی همه مردم غزه رو باید بکشین
خب قوانین جهانی که خودتون امضا کردین، قوانین بین‌المللی که امضا کردین چی شد؟ تمام اینا گذاشته شد کنار. وزیر دفاع چی میگه؟ ما آب، برق، همه چی رو قطع میکنیم تا مردم این مردم حیوان صفت اونطوری که ما میخوایم رفتار کنن. خب شما نگاه میکنی یه نفر میاد یه هندی انگلیسی میشه وزیر کشور، سوئلا برایورمن، مرتبا داره دفاع میکنه اسرائیل و حق حقوقی که در قوانین بریتانیا اومده، قانون اساسی که ندارم، اما قوانین مدنی بریتانیا اومده که همه میتونن با اجازه پلیس هر شهری تظاهرات کنن، میاد به پلیس لندن هفته قبل میگه که نباید شما بذارین تظاهرات کنن و انقدر فشار داخلی خارجی میاد که این از کارش برکنار میکنن، برکنار میکنن و وزیر خارجه رو میارن میذارن جای ایشون و دیوید کامرونی که نخست وزیر بوده کنار بوده کاری نداشته برمیگردن تو کابینه که یه چهره بهتری به انگلیس بدن، چون میگه آدمی بوده که مثلا یه چهره بهتری داشته از این مثلا کسی که وزیر خارجه بوده یا این خانم اینا. خب ما میبینیم تمام این دنیا شده ابزار اینی که هر کاری ما میخوام بکنیم قوانین بین‌المللیه و کاری نمیشه کرد. و شما راجع به آلمان گفتی، راجع به آلمان گفتی، آلمان 30 سال ما اینو میدونیم، هر کی راجع به هولوکوست شکی بکنه یا یه چیزی بگه من شک دارم میتونه اون زندان میکنه، اصلا وقوع بشر و آزادی کجاست؟ چون اینا خودشون دیگه فکر میکنن انقدر آمریکا اینا رو زیر سلابی کشیده که کسی نباید اصلا هیچ شکی راجع به هولوکوست توی آلمان راجبش صحبت کنه. خب وقتی اینا الان تا الان میگن 305 میلیون دلار کمک نظامی کرده امسال، همین تو این مدت چند هفته غزه جنگ و اینا به اسرائیل، و وقتی اردوغان میره اونجا چی میگه؟ میگه که دفاع حق دارن خودش اسرائیل دفاع کنن. اردوغان هم میگه که شما خب بدهی و تقصیر دارین به اینا، منظور هولوکوسته. ولی کلا وقتی نگاه میکنه همه دنیا نظاره‌گرن، همه میگن حقوق بشر حقوق بشر، کاری انجام نمیشه. همین که شما میبینی همینه، هیچ کاری هم درست نمیشه. اردوغان میگه اسرائیل کشور تروریستیه، ولی میبینی در همین مدت جنگ که این همه این داد و بیداد کرد به خاطر کشوری که ورشکست است، 260 کشتی ترکیه آذوقه است و تمام چیزایی که اسرائیل لازم داشته به طور روال عادی 260 کشتی تو این 40 روز از ترکیه رفته اسرائیل. خب اینم همش هست، من پستش داره. خب ما نمیتونیم چه چیز کنیم. الان ببین چین و روسیه چیکار می‌کنن؟ یه طرفایی یه وقت میزنن چون منافعشون مهمه. اونا حقوق بشر نه که اتا چیز ندارن. میره مثلا وزیر خارجه روسیه با آرتی میشینه در بلاروس سخنرانی میکنه، میگه امنیت اسرائیل چیز نداره، هیچ شکی نباید درش کرد، امنیت اسرائیل باید بمون. خب پس حقوق بشر رو اینا هیچ مدافعی نداره دیگه. 4 تا کشور هم که میان حقوق بشر و دفاع میکنن، کنفرانس اسلامی میاد میشین اونجا میگه که این کار نکنین. بین خود 57 کشوری که اسلامی هستن این کشورها اصلا مخالفت میکنن. اردن، مصر، امارات، بحرین، جیبوتی، مغرب، سودان و موریتانی به خاطر فشاری که رو آمریکا رو اینا میذاره و اینا حکومتایی دارن که ملی نیست یا با زور قبیله‌ای سر کارن یا با کودتا اومدن سر کار یا کاشته شدن اونجا بعد چی میگم سایکس پیکو، چون اینا حکومت مردمی ندارن. خب با مردم عرب هم کاری ندارن، فقط یه وقته یه بیانیه هایی میدن که مثل همون کاره محمود عباس، نه این اول محکوم میکنه فلسطینی ها رو که چرا خودشون دفاع کردن. خب شما تو ساحل غربی نشستی چیکار میکنی؟ مردم تو دارن میکشن هر روز، 200 نفر رو تو این چند روز کشتن، شما چیکار میکنی؟ شما داری کمک میکنی به ارتش اسرائیل، اطلاعات میدی که اونا کجا اینا رو پیدا کنن بکشن. بس مشکل ما یه مشکل اساسیه، هیچ کشوری هیچ حکومتی پشت این مردم بدبخت غزه و فلسطین نمیتونه بیسته چون پیامدهای شدیدی داره. و الان آمریکا اومده این همه زیردریایی
هواپیما کشتی هواپیما رو برده گشته تو دریای سرخ نزدیک مثلا خلیج فارس، بیرون خلیج فارس نزدیک دریای عمان. خب اینا همش داره چنگ و دندون نشون میده، هر کی بخواد کمک کنه ما میزنیم. الان یه گروه هشت شبیارم که تحریم کرد آمریکا، گفت اینا حمله کردن به منافع ما، حمله کردن. منافع شما سرقت نفت سوریه شده، این شده منافع شما. حقوق بین‌الملل میگه اصلا کشوری، حکومتی که به شما اجازه نده وارد خاکش بشی، شما رفتی یک سوم خاکشو گرفتی، نفت و قلهشو میدوزی میبری، شرکت کانیکو آمریکایی رو آوردی اونجا نفت استخراج میکنن، نفت رو میدوزن میبرن. تا الان 115 میلیارد دلار به سوریه که مردمش نون ندارن میخورن لطمه خورده. خب هیچ کی نیست جوابی نمیده. این حقوق بین‌الملل اینطوری شده و نسخ کشی تمام چیزهای حقوق بشری میگن اینا این کاری که اسرائیل میکنه نسخ کشیه. خودشون الان اخطار دادن به مردم خان یونس که از شمال رفتن جنوب، میگن از خان یونس خارج بشین برین به طرف غرب، فکر کنم غرب منظورشون لب دریاست، لب دریای مدیترانه. ما میخوام وارد خان یونس، وارد نمیخوام بشن که، میخوان بمباران‌های شدید بکنن، فرش بمبی بکنن عین غزه که در شمال بود، اونجا رو نابود کنن، زیر ساختاشو نابود کنن، یه زمین سوخته تحویل اینا بدن که اصلا یه عده از مردم غزه دیگه نتونن زندگی کنن. ولی اینا کور خوندن مردم غزه، همون جوالیه که چندین بار اینا زدن موندن. و بهشون میگفت خبرنگارشون بوسی اینجا واسه چی موندیم، میگفت ما بیرون غزه بودیم همینجا که علیه اسرائیل ما رو زور کردن اینجا، خب ما اینجا بریم فردا دیگه نمیتونیم برگردیم، نمیذارن به سرزمین اونجایی که مال خودمون بوده مقدارش برگردیم. و اصلا کار اسرائیل همینه. بعد شما نگاه میکنی فقط نسل کشیه، همش هم دروغه. یک نسل کشی کرده کشور بزرگ کنه، ساحل غربی که اصلا در کنترل فلسطینیا نیست که اکثریت مطلقاً با 750 هزار شهرک نشین که وارد کرده همه مسلح، هر کی تکون بخوره میکشن، میگن میخواست به ما حمله کنه، امنیت جون ما در خطر بود. متاسفانه همینه، قانون بین‌المللی اینطوریه دیگه، ما هیچ چیزی نداریم. ولی خوشبینیمون فقط همینه که از خودمون دفاع کنیم، مثل همینه که ما دفاع رو در ایران در خانه تولید کردیم، این موشکایی که درست کردیم در خانه تولید کردیم. الان اردوغان چی میگه؟ ما باید سلاح اتمی داشته باشیم. وقتی اسرائیل ما رو تهدید میکنه دیگه دورانی که فقط اون داشته باشه تموم شد دیگه. بله. و اینا شک نکنین ایران میره دنبال همین. بله. رای دیگه نداره. یعنی مثلا شما وقتی به شما میگه من بمب اتم شما رو میزنم، ایران رو میزنم، با خاک یکسان میکنم، خب شما دیگه کار نمیتونید بکنید. الان آژانس هم تایید کرده که به اندازه 3 بمب اتمی ایران توانایی داره در این لحظه که به طور جدی میبایست در موردش فکر بکنن. با این شانتاژ هایی که اسرائیل بارها بارها کرده به حمله اتمی، که دیگه آخرین بارش که یه وزیر کابینه آقای نتانیاهو بوده، به صراحت آشکار بوده که در غزه به کار میبرن، میگه خب تمام خاورمیانه چیز بکن. اما این مسائلی که در خاورمیانه اتفاق میافته، بازدارندگی مورد نظر آمریکا تا کنون ظاهرا تأمین نشده. در این راستا وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به کره جنوبی به ایران هشدار داد این امارات باید متوقف بشن، اگر متوقف نشن ما از چیزی کوتاهی نخواهیم کرد که دوباره کاری که برای محافظت از نیروهامون انجام بدیم خواهیم کرد. تا کنون رفتار ایالات متحده نشون میده که جو بایدن یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری که احتمالاً در برابر ریگان ترامپ خواهد بود، میخواد از یک درگیری نظامی جدی و طولانی با ایران به محور مقاومت خودداری کنه.
این که پرونده بقول معروف اوکراین رومیزشه، امروز هم خبر داشتم که این کامیوندارای لهستانی با کامیوندارای اوکراینی درگیر شدن که میگن که دیگه این تعرض به چیز معیشت ما هستش. در ارتباط انتخابات پیش رو در صد واشنگتن چی به اصطلاح شانسی براش نمونه، برای تاثیر در جنگ پنتاگون قصد داره به تعداد زیادی گلوله توپخانه به اسرائیل بفرسته. الان به اصطلاح اوکراین رو ول کردن و اون آقای زلنسکی هم داره دیوانه میشه و این گلوله ها ذخایر تدارکاتی آمریکایی موجود در اسرائیل تامین میشه و در صورت بروز وضعیت اضطراری تامین نیروهای مسلح ایالات متحده تضمین میشه. واشنگتن پست گزارش داده که پنتاگون از پاسخ این سال که آیا تحویل گلوله‌ها آغاز شد یا خیر خودداری کرده. همینطور وبسایت خبری آمریکایی هافینگتون پست گزارش داده که ایلان عمر نماینده دموکرات و نماینده کنگره برای رد فروش تسلیحات به ارزش 320 میلیون دلار مخالفت کرد. این تر مربوط به کیتای هدایت شونده بمبا هستند. گروه از دموکرات ها عمدتا زنان به رهبری الکساندریا اوکاسیو نماینده نیویورک هستش که زمین های صلح و سیاست اجتماعی به طور غیر عادی فعال هستند. اینکه آیا تر در ایلان عمر برای رأی تصویب میشه در آمریکا، در آمریکا شدیدن این حالت به اصطلاح وضعیت خاصی به خودش گرفته. این وضعیتی که الان به وجود اومده ظاهرا آمریکا میخواد از جنگ بزرگ اجتناب کنه و به همین دلیلم در مقابل تهدیداتی که در سوریه و عراق به نیروهاش میشه چهار تا واکنش بیشتر نشون نده و نمیخواد درگیر بشه، درگیری بزرگتری رو برای خودش وجود بیاره. خب با تو هم به این که آقای زلنسکی هم کمک های غرب رژیم زلنسکی بادش در رفته، ملت آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرده که از زمان آغاز عملیات نظام اسرائیل علیه حماس گلوله های توپخانه کمتری دریافت میکنه. هفته پیش بلومبرگ گزارش داده که پنتاگون تحویل سلاح به اسرائیل را در چیز عملیات در غزه افزایش داده. یوزف پول رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً به کیف هشدار داده که کشورهای عضو نمیتونن از ذخایر موجود استفاده بکنن و 1 میلیون مثل گلوله توپ میخوان که اگر همه اروپا کارخونهاش به شدت فعال بشه غیر ممکنه این وضعیت تامین کنن. الان انباراشون خالی شده و تحویل ما کاهش یافته و واقعا کند شده. این چیزی نیست که آمریکا گفته باشه. ما به اوکراین چیزی نمیدهیم، نه فقط این است که هر کشوری برای خودش باید بجنگه. برونبرگ در صورت این گزارش رو چیز کرده، روسیه بارها اعلام کرده که هیچ
مقدار کمک دفاعی ارائه شده به کیف نمیتونه مسیر درگیری را تغییر بده. هشدار داده که ادامه تدارکات تسلیحاتی خطر رویارویی مستقیم ناتو و مسکو رو به وجود میاره. تو هم بی که در چند روز گذشته هواپیماهای استراتژیک روسیه بمب افکنهای استراتژیک در آبهای انگلستان ظاهر شدن. این مسئله تو هم بی که با بحرانی که در اتحادیه اروپا وجود آمده در همه زمین ها، این قضیه در صورت با مشکل زیادی روبرو شد. آقای در مورد کشتیان این که گفتن که مثلا این واحد ها ایران دخواهد نمی کنن، ایران هم خانه جنگ نیست و در نجه به وسیله نیروهایی که هم مستقل هستن دیگه، از روسیه گرفته تا هشت شعبی گرفته تا همه اینا استقلال تصمیم گیری دارن. البته ناتانیاهو روز یک شنبه اعلام کرد که امروز ما حمله ایران به یک کشتی بین المللی را به شدت محکوم میکنیم. این کشتی متعلق به شرکت انگلیسی توسط شرکت ژاپنی مدیریت میشه. به دستور ایران توسط شبه نظامیان در یمن توقیف شده. دفتر نخست وزیری همچنین خاطرنشان کرده که این عمل تجاوزکارانه و بر امنیت مسیر دریای جهان تاثیر میذاره و خواهان یک به اصطلاح اقدام بین‌المللی شده. اول خب شما خودتون قوانین و عمل تجاوزکارانه به طرز بی شرمانه واقعا و با بقاعت هرچی تمامتر و دروغ هم میگین بعدش هم دارین انجام میدین در چشم جهانیان. برای روسی اومده گرفته کشتی رو، گروگان گرفته، چیزی هم اتفاق نیافتاده. این شهیدن چیز شدن. اوایل امروز رسانه عربی گزارش دادن که جنبش انصارالله که کنترل شمال یمن رو طرف داره، کشتی باری تجاری گالکسی لیدر رو در دریای سرخ توقیف کرد. این کشتی با پرچم باهاما فعالیت میکرده، اما احتمالا متعلق به شرکت اسرائیلی، یکی از سامدار اصلیش شرکت اسرائیلی. روسیا گفتن این کار را نشانه حمایت از گروه فلسطین در نوار غزه انجام داد. خب واقعا من یه احترام ویژه‌ای به مردم یمن قائل هستم. اینا عجیب است که سختی که در مقابل سختی ها مقاوم هستن و تونستن این عربستان و امارات و یک مجموعه رو که آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا همه شرکت کردن در مدت طولانی روی جنگ برای روسیا سرفراز بیرون اومدن. الان هم چقدر مسئولیت شناسن در قبال امنوانشون، در مقابل بشریت، در مقابل انسانها، در مقابل این چیزا. با وجودی که وضع مناسبی هستن ندارن، فقیرترین کشور عربی هستش یا اسلامی هستش، با وجود این به اصطلاح به این قضیه بی تفاوت نیستن و شرکت مستقیمی در قبال این چیزا دارن. این انسان دوستی اینا رو و اینا رو واقعا قابل تقدیر هستن. می فرمودید ببینید اینا یه کشتی رو انصارالله گرفتن، زمین و آسمون رو دارن به هم میدوزن که قوانه بین‌المللی به هم خورده. خب شما در 8 سال جنگی که این انصارالله کردن با عربستان، با یمن، با آمریکا، با اسرائیل، چند تا کشتی آذوقه اینا رو گرفتین؟ چند تا کشتی سوخت اینا رو گرفتین؟ کو قوانه بین‌المللی؟ چند بعد الان بنویشه بیمارستان مدرسه رو بمباران کردین. این که من فقط داشتم راجب از انصارالله میگم، فقط راجب کشتی اصلا کاری ندارم. قبول بین‌المللی کشتی
شما کشتی رو، شما میگی کشتی رو گرفته این آبراهای جهان و تجارت جهان رو به خطر انداخته. خب وقتی که ده ها کشتی سوخت، غذا، آذوقه، همین عنصر رو گرفتین که مردم یمن اون در دوروبر صنعت گشنگی میمردن، علف میخوردن، خوب این قوانین بین‌المللی، قوانین بین‌المللی یه دفعه ظهور کرد. یا شما هر موقع بخواین مثل یه عده شده که یه آیه تو قرآن میارن باقی آیه هم نمیخونن، یعنی اینجا اینو گفته، خب باقیش کو؟ ما اینو که نمیفهمیم. بعدم یادتون باشه تمام اینا که میگفتن به کمک به انصارالله نکنین، که از زمان شاه این کمک ها میشده، به انصارالله کمک نکنین، یادشون نره که باب المندب چقدر مهمه. ما اینو چندین بار تو همین برنامه با شما تشریح کردیم که چه اهمیت این باب المندب داره به عنوان یکی از هشت نقطه مهم جهان. خب دیدیم که این کارا رو با ما کردن، این اذیت‌ها رو کردن. حالا یه کشتیشون که گرفته شده به خود انصارالله. و ببین چیزی که آدم نمیفهمه چیه، انصارالله غذاشون نمیتونستن وارد بشه، سوخت براشون وارد نمیشد، نفتشون هم که عربستان پولشون میدوزه، خود نفتشون میدوزه، هنوز هم داره میدوزه، یه مقدارشو بعضی وقتا بهشون داده وقتی که صلح شده، یه مقداری که اینا اصلا خیلی کم، که اینا اصلا قدرت نگیرن. خب اینا میگن که ایران داره حمله میکنه. اولا وزیر خارجه ایران گفت به هیچ پایگاه ایرانی در سوریه آمریکا حمله نکرده و اگه حمله کنه ما جواب دندون شکن خواهیم داد. هیچ این پایگاه ایرانی نبوده. اینا خودشون سوریان و کسایی که خودجوشن اونجا برای منافع ملیشون میجنگن حمله شد. شما غیرقانونی تو اون کشوری باید اونجا بری. حالا واسه اونجا میگی کسی به من حمله نکنه. من اومدم یه کالای دزدی دستمه، صاحبخونه نیاد منو بگیره. نفت و گندمشون هم میدزدی. بله، گندمشون میاد. حاصل خیزترین منطقه سوریه شرق فراته. خب این قوانین ملی فقط اینجا کار میکنه. و نگاه کنیم اینا از فرط شکست مفتزهشون در غزه در ساحل غربی رفتن تنها یادبود یاسر عرفات رو نابود کردن. اومدن در ساحل غزه بنای یادبود کشتی مرمریس ترکیه که 2010 9 نفر کشته شدن، قرار بود مثلا حصر غزه رو بشکونه، بنای یادبود یک کشتی بود و اسم اینا نابود کردن اسرائیلیا. خب اینا ساختمان پارلمان غزه رو نابود کردن، چه ارزش نظامی داره؟ اینا چه ارزشی داره؟ این فقط فرط شکست و بدبختیه. اگر کسی پیروزی داشت که نمیرفت دنبال این چیزا بگرده، که شما نمیتونین تماسیه رو پیدا کنین زیر زمینه. همشون هم بگیرین 40,000 تا هم بکشین، شما شکست خوردین. اون سیلی که روز اول خوردین با کشتار رو با شهید کردن 40,000 تماسیه هم صاف نمیشه. به قول اسکات ریتر این بزرگترین عملیات نظامی قرنه. بعدم شما روز اول میگین 1400 تا تو این حمله چیز کشته شده، 200 تا یفه زنده شدن، شده 1200 تا. رقم ها رو خود اسرائیل درست کرده 1200 تا، اونم که 800-900 چه خودشون کشتن تو اون شلوغ بلوغی. اینا دست به ماشه هن دیگه، دو تا هواپیما آپاچه اومده همه رو از بالا زده. اومدن شاهدین گفتن ما تو خونه هم داد میزنیم بابا ما ایم اینجا. حتی این جنگجوی فلسطینی تو خونه ما بود، می‌خواست یه موز بخوره، اما پرسید موز بخورم، شما زدین همه رو کشتین. بعدم این 40 نفر از این 200 نفر 240 نفری که اینا بردن تو غزه تو بمبارونی که خودتون کردین کشته شدن، چون اصلا شما رحم ندارین به کسی، همه رو می‌زنین می‌کشین. بله یه جنایتی هیتلر بر علیه شما کرده، نازی‌ها بر علیه شما کردن، شما دارین بر سر مردمی که هیچ رابطه با اون موضوع نداشتن، داشتن زندگیشون رو میکردن. زمانی که اومدیم 1948 اعلام استقلال کردیم که دنیا مثلا شما رو به رسمیت شناخته، 1,250,000 تا فلسطینی بودن، با تمام اون کسایی که شما وارد کرده بودن و کشتی های انگلیسی چی بودن؟ 500,000 نفر بودیم. 750,000 نفر، 1,250,000 بی خانمان کردیم.
اینا رفتن کجا؟ لبنان، اردن، اینا رو نابود کردیم، بدبخت کردیم. حالا اومدن میگن بابا ما تو این زندانی که هستیم برای ما هیچ فرقی نمیکنه. این تو غزه 16 سال ما زندان بزرگیم، مثل مرگ تدریجی، بیا ما رو بکشیم. برای اینه که اصلا مردم نمیرن، اینا موندن. مصر هم باز کنه بگه آقا بیان، نمیان، چون اینا مرگ رو ده ها بار دیدن. آخه شما نمیخواین کاری بکنین، فقط نشستین میگین که فقط امنیت برای اینا، امنیت برای اینا اون پوست سفیده، امنیت برای اینا مهاجر اوکراینیه که اومد تحویلش گرفتن اوکراینی. ولی یه دونه سوریه میومد که خود رو نابود کردی، خود همین لهستان از تو مرز بلاروس راه نمیداد سوریه و ایرانی و اینا رو، میگفت بمبارون میکنیم، ولی تمام چیزا بیان اوکراینی بیان. حالا رفتن تاریخشون رو خوندن، یه سری جدید رفتن خوندن، تو لهستان هم اوضاع خراب شده، هم به شما گفتیم که میگن که اینا در غرب لهستان، غرب اوکراین، هزاران لهستانی رو کشتن همین اوکراینی ها، و اصلا این خاک ما بوده، ما چه کمکی داریم به اینا بکنیم؟ انتخاباتی شده، یه سری قدرت افتاده دست کسایی که مخالف اوکراین ها. الان وضعیت اوکراین داغونه و این بازیه که آمریکا با همه میکنه. اسرائیل پایگاه خوبیه، یهودی ها رو دوست دارن، یهودی هایی که اونجا هستن، این مذهبی های اوانجلیست آمریکایی پشت اینان، همونطور که ویتنامو ول کردن، گفتن اینا نیابتی های چینن، ما اینجا وامیستیم تا اینا رو بکشیم، ول کردن اومدن. همونطور که افغانستان رو بعد 20 سال تست کردن، مطمئن باشین اسرائیل به 100 سال نمیکشه ولش میکنه، میره 75 سالش گذشت. اگر اسرائیلی بمونه سالم 20 سالی آمریکا میدونه. آمریکایی که الان آخرین اقتصاددونای آمریکا، کلیپش هم دارم هر کی میخواد، گفت از سال آینده بدهی ملی 34 تریلیونی ما خواهد شد و 1 تریلیون دلار در سر بهرش میشه. 1 تریلیون دلار رو فقط برای دوستان میگم، کل نفتی که از دارسی تا امروز ایران فروخته 1.5 تریلیون دلار نشده. اینا سال 1 تریلیون باید بهره بدن. بعد یک چیزی دیگه در تاریخ آمریکا و خزانه داری اتفاق افتاده که اصلا زنگ‌های خطر در آمریکا زنگ فشار در آورده. دو تا حراج کرده خزانه داری آمریکا برای اوراق قرضه در 2 هفته گذشته، خریدار نداشته. 6.33% داره بهره میده، 1/4% میدادن مردم دنیا و کشورها با مثلا تو صف اوراق قرضه آمریکا رو بخرن، با 6.33 هیچ کس نخریده. این اقتصاد دونا دارن دیوانه میشن، میگن چه خبر شده؟ خب معلومه چه خبر شده. شما هی باید حالا باید چاپ کنن، باید وقتی نخرن الان کم دارن دیگه، هی دلار چاپ کنن، پول چاپ کنن، بودجه خرج کنن. خب این یعنی چی؟ این تورم میشه. الان آمریکا تورم وحشتناکه، میگن تورم 7% 6% 6% شما نگاه کن، هر سال این 6% رفته روش. وقتی وارد آمریکا میشدی، مثلا تو جاده که من میرم نیوجرسی به نیویورک، مثلا ما عوارض جاده ای میدادیم 25 سنت، شده 2 دلار 25 سنت، یعنی 9 برابر شده. خب هی تورم رو مردم گذاشتن، مردم قدرت خریدشون کم شده، خانواده ها دارن فقیر میشن، فشار داره به مردم میاد. یه سری گردن کلفت هم این اسلحه ها رو میفروشن، فکر میکنن که مثلا وضع همه چی خوبه، وضع همه چی خوب نیست، خیلی هم بده. البته بعدم مصر ایران خواسته کمک بفرسته از طریق رفح، قبول نکرده مال ایرانو، گفته اسرائیل و مثلا آمریکا و اینا اعتراض میکنن. ولی از ترکیه یه مقداری چیز وارد رفح شده، نه به اندازه کافی. روزی دو تا کامیون سوختم داره وارد میشه که حداقل اسرائیل بیشتر اجازه نمیده، و مردم اونجا رو میخواد اینا رو گشنگی، بیشترشون با آب دریا دارن خودشونو میشورن و کارهای دیگه، آب خوردن هم ندارن یا آب دریای کثیف دارن میخورن، آبی که از بارون میاد اینا میخورن، و انواع و اقسام امراض اومده، دارویی هم نیست اونجا. اینا میخوان کشتار جمعی بکنن، یه سری هم از مرگ و میر اینطوری بمیرن. ولی باز کور خوندن، هیچ موقع شما نمیتونی، اشغالگر نمیتونی یه ملتی رو نابود کنه، اشغالگر همیشه اشغالگره.
همونطور که همه قوانین دنیا میگه اشغالگر حق دفاع خودشو نداره در محلی اشغالگر. این با اون حد نصابایی که نتانیاهو اعلام کرده، نابودی حماس از این چرت و پرتا، و این فهمو نداره که یه ایده، یه اندیشه، یه آرمان یا گذشته که چه نامی روش گذاشته بشه، حماس، جهاد اسلامی، الفت، یه اسم دیگه دوباره زایش میکنه. اما این جنگ غزه خلاصه یکی از اهدافش تسلط بر اون حوزه گازیست، یکی از اهداف دیگهش به اصطلاح اون راه هندیان اسرائیل رو هموار کنن. به خاطر همینم اردوغان به شدت جوش آورده، چون چینی ها قرارداد اتمی چیز بستن با عراق که نیروگاه اتمی براشون درست کنن، و بندر عراقی به مسیر شمال کرکوف و اون جاده اصلی بشه و به شدت با این درگیر میکنن. اما غیر از این شرکت های خصوصی سود جنگ غزه برای تسلیحات نظامی عجیب بالاست. شرکت های خصوصی صنایع نظامی که از یک عنصر کلیدی در جنگ کنونی نوار غزه هستند. چندین شرکت اسرائیلی و آمریکایی به لطف این عملیات شاید افزایش سود خود خواهند بود، گرچه اقتصاد اسرائیل در گوناگون داره شروع می شده و این اقتصاددانان که به سر رفتن اونجا از و علارغم کمک 14 میلیاردی آمریکا، علارغمی که کمک 1 میلیاردی هم بهش اضافه کرده، خودش به سر چیز اقتصادیش 5-6 میلیارد دلار هم خودش به سر از طریق فروش اوراقش چیز کرده، اضافه کرده که از هزینه های جنگ برده. اما کسانی که سود میبرن شاید افزایی سود بودن. جنگ که همه چین با آنها امکان میده درباره آخرین فناوری هایشون بسه تبلیغ بکنن، با یک کلیک برای آگاهی تبلیغاتی شرکت سرمایه گذاری اسرائیلی که در وبسایت روزنامه اسرائیلی هارس دیده میشه، مقاله‌ای که محتوای آن از داز مالی حمایت شده ظاهر میشه و افراد رو تشویق میکنه در این یا آن شرکت، در این یا آن بازار سهام سرمایه گذاری کنن. و در این فصل، فصل برداشت خون، به نظر میسه که سرمایه گذاری در شرکت های نظامی پرسوده. اینجا گفته میشه سیستم های دفاعی پیشرفته که اسرائیل و آمریکا خودشون رو با هم مجهز کردن تنها برای اعتراضان نیست، و راسته در جنگ بین اسرائیل و حماس که خطر گسترش اون به مرزهای شمالی به احتمال مداخله ایالات متحده در پی داره، از سیستم های تسلیحاتی پیشرفته و هوشمند استفاده میشه. بسیاری از اونها توسط شرکت های آمریکایی به فرست شده. خب این سوپرمارکت تسلیحات عجیب و غریبی را تبلیغ میکنن، و به اصطلاح اگر نگاه بکنید از تبلیغاتی که در بارا ذکر شده دروغ نیست، از کارخانه اصل اقتصادی تا کاخ سفید در یک خط مستقیم. از زمان شروع جنگ علیه غزه شاخص آمریکایی در زمینه هوافضا و امنیت در واقع 10 روز پی در روز 58.8% افزایش یافته. چند روز پس از شروع جنگ مدیر عامل شرکت RTX پول اصل سازی آمریکا گزارش را برای سرمایه گذاران ارسال کرده که از اونا میخواد
از کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل حمایت کنند. گرگ دیل مدیر عامل شرکت تضمین میده اگر به سبد سرمایه گذاری این شرکت نگاه کنید مزایای بازسازی سهام موشکی و مشاهده میکنید. سهام شرکت مثل که شریک پروژه گنبد آهنین اسرائیل هستش و تولید کننده انواع رادار و گلوله های هدایت شونده است از زمان شروع جنگ 13.46% افزایش پیدا کرده سهامش. در طول 2 سال گذشته مدیر عامل آن 63 میلیون دلار و از منابع مختلف به جیب زده، زیرا او عضو میزگرد تجاری است که لابی قدرتمند یهود اون رو نمایندگی میکنه در آمریکا. بر اساس برخی افشاگری ها جیسون آیکن معاون جنرال دینامیکس نیز خطاب سرمایه‌گذار اعلام کرده اگر بازارهای در نظر بگیریم که میتواند در نتیجه تهاجم اسرائیل در دسترس ما قرار بگیرد کاملا بدیهی است که بخش توپخانه در بهترین موقعیت خودش قرار گرفته و هم جنگ اوکراین هم جنگ غزه خلاصه این موقعیت رو به شدت فراهم کرده که توپ رو به اصطلاح کمیاب شده. از زمان شروع جنگ سهام شرکت که گلوله‌های توپخانه اسرائیل تامین میکنه 9.7% افزایش یافته. ویژه با اعلام خبر ارسال مدل‌های آزمایشی خودروهای تاکتیکی برای آزمایش‌های میدانی در غزه و این روحن کار اصل سازا و اصل فروش ها رونق پیدا میکنه. یه کمپلکس هایی هست که توی شرکت های والافن اسرائیل و آمریکا به وجود اومده و این مجموعه شرکت های اصل سازی هست که این سودا رو میبرند. حتی خود مردم اسرائیل هم در بداغون شدن، وضعیت عمومی اقتصادشون به شدت آشفته است و از اینهای جنگ اگر فرسایشی بشه کاملا به ضرر اسرائیل و توان حل مشکلات رو نداره. در صورت اینا همه چیزایی بوده که قول معروف عمل کرده، حتی مستقیمی که مبدع آن کارخانه اصل سازیست در کاخ سفید متوقف نمیشه. بعد بلک لایت بزرگترین شرکت مدیر سرمایه‌گذاری جهان بیش از 13 میلیارد دلار فقط در 3 شرکت ذکر کرده که در بالا سرمایه‌گذاری کردن، میلیاردها دلار دیگر در شرکت هایی که سلاح ممنوع مانند بمب‌های فسفوری سفید و بمب‌های هوشه‌ای تولید میکنن سرمایه گذاری کرد. سلاحایی که در جنگ فعلی علیه غزه استفاده میشه. توماس دلیلو مدیر مرکز تحقیقات شرکت که مسئول کنکاش و تحقیقات ژئوپلیتیک است گفته سرمایه گذاری پایدار کسی باید باشه کسی نیست جز شوهر کاترین راسل مدیر کل یونیسف سازمان بین‌المللی که وظیفه‌ان حفاظت از 4000 کودک است که تا کنون در غزه کشته شدن. یعنی مدیر کل یونیسف به قول من توی چیزای اصل سازی است. به خاطر این میبینیم که اینا با یک قطعنامه و یک چیز به اصطلاح خلاصه میشه و خلاصه همه از این خان نعمت استفاده میکنن. این مشکل قضی است. یعنی به اصطلاح چیزهایی ما میبینیم که اهداف غیر سیاسی مسئله غزه بلاسه محباد اقتصادیش ابعاد ژئوپلیتیکش تمام طرحهای اینا رو به هم زد. یعنی در
جاده به اصطلاح از هند تا تلاویو رو با هم زد، اون مسئله گاز و اینا. و اینجاست که شاخص بورس تلاویو بین آغاز تجاوز در 3 اکتبر 9% کاهش یافته شاخص بورسش، در حالی که بیشترین شرکت اسرائیلی از وخامت اوضاع اقتصادی صدمه دیدن. این هم در مورد شرکت های تصدیر نهادی صدق میکنه. من جهشی میرم بالا بلکه بعد از متخصص سرمایه‌گذاری در اسرائیل میگه موشکات از درش در حال پروازه، شرکت باید از اون برمند بشه. این قضیه است که ما درش گرفتار هستیم، همونطور که جنگ اوکراین بقرار یه سری دار دسته را میلیاردر کرد و میلیونر کرد، مردم بدبخت اوکراین لطمه وحشتناکی دیدن، 500,000 کشته، تمام 30 ساختاشون نابود. ولی این شرکت ها تماما این می کنند. خواستم یه موضوعی بفرمایید. خواستم یه موضوعی رو بگم. تو ایران هر موقع یه تظاهراتی میشه که فکر میکنن حکومت پشتشه، میگن اینا ساندیس خورن و اومدن تو تظاهرات شرکت کردن. یه تظاهراتی به نفع اسرائیل در واشنگتن بود این هفته گذشته، فکر کنم یک شنبه. جالبه. ای پک این لابی اسرائیل، شما اگه بخوای لابی هر کشوری در آمریکا بشی باید بری به وزارت خارجه و خزانه داری نامه بدی و بگی من برای این کشور خارجی دارم کار میکنم، مثلا تبلیغ میکنم، باشون همکاری میکنم، هرچی. ولی ایپک اصلا کاری ندارم، چون اسرائیلی هر که میخواد بکنه بکن. اینا اومدن 200,000 نفر رو بردن تو واشنگتن، تندروهای مذهبی آمریکا، انجیلیا، یهودیان تندرو، هر که طرفدار اینا بود، پول هواپیما دادن، پول اتوبوس دادن، پول هتل دادن، غذا دادن، همه اینا. دویست پنجاه اورام مثل که پول دیجیوی دادن. حالا اونشو من نمیدونم دقیقا، شنیدم یه جا خوندم. بعد غیر از این چندین سناتور و نماینده مجلس آمریکا آمدن تو این تظاهرات شرکت کردن که نه به آتش بس، نه به آتش بس. خب شما که میگین اگر ایران یه تظاهرات تو ایران بشه، حکومت اعلام کنه تظاهراته، مردم تا بیان بیرون ساندیس دادن و فلان. اینجا ساندیس ندادن، پول 2,000,000 ساندیس رو هر کی دادن، آوردن مردم اونجا یه روز بیان اونجا حال کنین، بگردین، تفریح کنین، برگردین برین خونه هاتون با رفت و بلیط رفت و برگشت و همه چی. خب این پس ایرادی نداره. بعد رئیس جمهور اسرائیل یه پرده تلویزیون بزرگ داره از اینا به اینا مثلا تشویق میکنه نه به آتش بس، ما باید حماس رو تموم کنیم اینا. خب اینا چه دوگانگیه؟ مردم ایران چرا اینا نمیفهمن؟ همه چششن از کشور خودشون، حکومت خودشون، ملت خودشون لطمه میزنن و نمیفهمن. هیچ حکومت خارجی برای منافع ملت ایران نمیاد تو کار، هیچ حکومت خارجی. تمام اینا که واسه مهسا گریه میکردن کجان؟ یه مهسا تو ایران مرد، 200 تا زن و بچه میگن کشته شدن تو این شلوغی ها. چی شد؟ دیگه حرفی نمیزنن، تموم شد. 12,000-13,000 نفر تو اسرائیل کشتن، هیچ حرفی اینا نمیزنن، چون خودشون هم قاتل ها. تمام اون قتل و غارت هم خودشون تو ایران انجام دادن. بله گشت و ارشاد یه کار احمقانه بود، ایشون رو گرفتن، ولی چی؟ 200,000,000 دلار رو خرج کردن با شبکه منوتو که بوی الرحمن زد بالا و شبکه های دیگه. الان مونده شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال، چون وقتی که ایران رو با عربستان روابط درست شد اینو فروختن به تجار اسرائیل، دیگه اصلا مال عربستان نیست. میبینی هیچ راجع به عربستان هم نه خوب میگه نه بد میگه، کاری هم نداره. خب این همه برنامه درست کردن، این همه واسه ما درست کردن، ما نشستیم که مثلا اینا بیان برای ما کاری بکنن. حکومت ایران اصلا خوب نیست. بابا امیدتون رو به خارجی، به آمریکایی برای حقوق بشر نکنید. تو این شلوغ بلوغی ها که الان ما این همه بدبختی داریم،
یک گروه رفتن تو واشنگتن اصلا واسه حقوق بشر ایران دارن چیز میکنن، صحبت میکنن. آخه شما از کجا پیدا شده؟ ما الان واقعا کارم حقوق بشر اگه باید بگردیم ببینیم حقوق بشر ایران چی میشه؟ چرا شما یک کون واجبه قضیه صحبت نمیکنین؟ مگه این آدم نیستن دارن میمیرن؟ ولی همینه دیگه. یه موضوع دیگه هم خواستم بگم، نشست آسیا پاسیفیک بود، یعنی کشورهای ساحلی دریای آرام، اقیانوس آرام، که چیز با چی میگم بایدن با دان ژیاپینگ چیز ژیاپینگ رئیس جمهور چین صحبت کرد و گفت که چند تا خواسته از اون داشت، که گفت که رابطه چین و آمریکا رقابتی است و ما باید کاری کنیم به درگیری منجر نشه. بعد خط مستقیم تلفنی رو داشته باشیم بین هم دیگه، هاتلاین مثلا بتونیم ما هم صحبت کنیم که چیز نشه. ارتباطات نظامی مون رو با هم بحث کنیم. اینو میخوان که برن ببینن چینیا چی دارن، یعنی ارتباطات نظامی مون رو با هم بحث کنیم. چین که میاد با شما ارتباط نظامی داشته باشه؟ شما که همش چنگ و دندون کشیدین که اگر بخواد جزیره خودشو تایوانی که خودتون به رسمیت شناختین خاک لاینفک چینه پس بگیره، شما مقابله کنیم باشه، همکاری کنیم در هوش مصنوعی. شما چه همکاری دارین در هوش مصنوعی؟ میگین هرچی ما هوش مصنوعی داریم چینی ها دزدیدن. و چین فقط این جی فقط یه حرف زد، گفت روابط آمریکا و چین مهمترین روابط در دنیاست و باید تسریع شده و ما در تحول جهانی مثلا با هم چیز کنیم. یعنی تزلط منازعه شما تموم شده، ما اومد داریم میان. فقط با این اون در جواب پنجتاش و یه چیز دیگه که آمریکا گفت، شما سعی کنین این داروی فنتلین یا مثل یه شیشه از مواد مخدره به مکزیک وارد نشه که اونا برای ما بفرستن برای مردم ما. که جی هم گفته که ما چیزای شیمیایی صادر میکنیم، اونا میرن باهاش هرچی بخوان درست میکنن، ما اون دارو مستقیم مواد مخدر به کسی نفروختیم. واسه اینم بگم. و در کنار این نشست، رئیس جمهور چین املو رفته با رئیس جمهور با جی ملاقات کرده و دعوتش کرده به مکزیک که بیان در صنعت ساختن کوریدور بین قاره‌ای، یعنی مثل پاناما هست، یه چیزی کمک کنه ما اینجا خودمون بسازیم و در برق خورشیدی به ما کمک کنیم. ما میخوام که شما آمریکا بغل دستشونه، سه کشور آمریکا کانادا اینا با هم مرابطات تجاری دارن. الان مکزیک خودشه که بزرگترین همکاری های تجاری با آمریکا داره، برای رفته از چین میخواد این کار بکنه چون میگه آمریکایی صادق نیستن. واسه اینم گفته باشم که شما بدین. بله سوال این آقای بایدن روانیه، چون بعد از این پایان ملاقات در اومد به کنفرانسی گفت آقای شی جین پینگ دیکتاتوره که وزیر خارجه آمریکا در تصویری که باستا پیدا کرد به شدت به هم ریخته. و میبینید چرا؟ که چون خیلی اون سعی کرد که این دیدار انجام بشه، رئیس جمهور چین نمیخواست بیاد، این رفت اونجا انقدر التماس کرد که حتمی رئیس جمهور چین بیاد به این نشست. وقتی اون دید که خط بطلانی کشید به بایدن با قاطی کردنش، خط بطلانی کشید به چیز، هنوز هم شی توی سانفرانسیسکو بود، این کنفرانس خبری بود، خود توی یه هتل بوده، اصلا باورش نمیشد که این کاری کرده. ولی آمریکایی همین هم دیگه، هیچ ابرقدرتی که فکر میکنه قدرت بلا منازعه و تک دنیاست نمیخواد فکر کنه که داره این قدرت در دست میده. و این خطرناکترین موقع برای یه امپراتوریه. امپراتوری روم بدون جنگ و بدون خونریزی و بدون اینکه دنیا رو بخواد خون کشید از بین نرفت. بریتانیا همینطور، آمریکا هم همینطوره. هی جنگ را میندازه، جنگ افغانستان تموم شد میاد تو اوکراین، خودشون از روز اول تمام متخصصین نظامی، من از 24 فوریه 2022 دارم میبینم تمام کسایی که واقعا
کارشون نظامیگری بود و دستی در صنایع نظامی نداشتن، یعنی پولی از اینا نمیگرفتن و سی ان ان و فاکس و اینا رو نمیارن، چون اینا میان میگن که نمیشه دیگه. اومدن گفتن برد اصلا امکان پذیر نیست، یعنی اگه همه آمریکا، همه غرب بیان به اوکراین کمک کنن، اوکراین یه ارتش قوی داره، اوکراین بعد از ترکیه قوی ترین ارتش رو در اروپا داره، یعنی از تعداد نفرات، تعداد نفرات کارکشته، نفراتی که از ترکیه خیلی بهترن، چون اینا 20 سال با ناتو تمرین میکردن، مخصوصا از 2014 به بعد اصلا در با ناتو کار کردن، قبلش هم حتی در عراق، در افغانستان اینا نیرو داشتن. تمام دوره‌های نظامی ناتو رو دیده بودن، اسلحه‌های خوب هم بهشون داده بودن، نه مثل دوران جنگ ولی دست دوم شما سلام بود. و اگر روسیه یک کشوری بود که اینا رو نداشت، و روسا هم اینا رو اسلاویک میدونن، نمیخوان، میگن هم جن خودمونن، نمیخواستن اصلا وارد جنگ بشن. خود همین آمریکایی‌ها و صنایع نظامی هول دادن روسیه رو که وارد جنگ بشه، چون پوتین زیر فشار بود در خانه، تمام مجلس دوما به پوتین پریده بودن که تو اصلا اهمیت نمیدی به روسایی که دارن اونجا کشته میشن در دونباس، تو آد شرف نداری، به زور، با هر زور اینو وارد کردن. که بعد بایدن اینجا هر هفته میگفت که روسیه 100,000 نیرو پشت مرز گشتی میخواد حمله کنه، خودشون 70,000 نیرو برده بودن گشتن پشت دونباس، میخواستن حمله کنن، اصلا کار یکسره کنن، تمام مردم دونباس این همه قضیه بکشن، از بین ببرن، که همه کنترل رو داشته باشن تا مرز، روسیه هم نذاشت اینو قتل عام بشن، نمیخواست قضیه دیگه بشه. اینا ناراحت البته الان وضعیت کاملا عجیب و غریب شده، طوری که جنگ به بزرگان کشیده شده، جنگ اقتصادی. آقای ایلان ماسک متهم شده به آنتی سیمیتیزم، ایلان ماسک متهم شده به آنتی سیمیتیزم، و یک شرکت های بالافن دیگه مثل اپل و اینا گفتن تحریمش بکنیم و بایکوت. بعد الان تصاویر دیدم که در آمریکا هم هست یا اینا، که شرکت های خوراکی نمیدونم مکدونالد مثلا در همه جا به شدت تحریم شده، به خاطر که گفته بود من غذای سربازای اسرائیلی رو میخوام بدم. یعنی این وضعیت آشفتگی های عجیبی رو به وجود آورده. در این زمینه اگر مطلبی دارین بفرمایید. ببینید الان خیلی شرکت های آمریکایی مثل استارباکس، مثل هم مکدونالد، مثل مثلا دیزنی، اینا هر کدوم اینا گفتن ما پول میدیم کمک میکنیم، خب بله یه سری پشت اینا وامیسن چون طرفدار اسرائیل، خب اینا بیشتر خرید میکنن، یه سری هم نه، باور کنید من آدمایی رو میشناسم که نون شب نرم بخورن، تو مکدونالد غذا میخورن نمیخورن دیگه، میگم شنیدیم مکدونالد به اسرائیل کمک میکنه و ما به اسرائیل کاری نداریم، مردم غزه با کمک‌های مالی که اینا بهشون میکنن کشتار میشن، شهید میشن، ما نمیخوام پول ما بره اون طرف. و این به این یک کمپین بزرگ چندین ساله که سرمایه گذاری نکنین در اسرائیل، یعنی کمک نکنین در اسرائیل، و این خب ضربه میخوره به اسرائیل برصورت. تا کی میخواد آمریکا؟ ببین الان تخمینی که میزنن به طور مستقیم، چند جا من این تخمین دیدم از اول استقلال اسرائیل از 1948 تا حالا، آمریکا 230 میلیارد دلار به اسرائیل کمک نقدی و تسلیحاتی کرده. تازه باید بدونید 20 سال اول اسرائیل بزرگترین حامی اسرائیل فرانسه بوده، آمریکا نبوده، حتی بمب اتمی رو فرانسه دادن که کندی خیلی ناراحت شد، با من تا قبل اینکه کارم برم بیرون بعد پس بدن اینا، چون این شروع میکنه این مسابقه تسلیحاتی رو. فرانسه بعد اینکه 1967 اسرائیل برای گسترش سرزمین‌های خودش، چون عرب هیچ کاری نکرده بودن بعد اسرائیل، اومد یه تمرین غافلگیرانه شش روزه کرد و زد مثلا تمام نیرو هوایی سوریه و چیز رو از بین برد و تقریبا همه کل
فلسطین امروزی رو اشغال کرد، فرانسه به عنوانی که با کشور عربی و مستعمرات غربی خودش رابطه خوب داشت با اسلامی ها، عقب کشید. ولی آمریکا دید که روسیه داره کمک میکنه به فلسطینی ها و عرب، اومد جاشو پر کنه، اومد که مثلا اون رقابت رو با روسیه دست نده. ولی وقتی نگاه میکنی الان میبینی آمریکا، من نمیدونم چند سال دیگه میخواد این کمک رو بکنه، چون الان وضع آمریکا خودش خوب نیست. الان و به طور کلی این مسئله تسلیحات خیلی اهمیت زیادی در اقتصاد اسرائیل، اقتصاد آمریکا، یعنی تسلیحات محور اقتصاد اسرائیل و امنیتی محوره، یعنی باش توجه به اون تسلیحات مثل دستگاه امنیتی مختلف، فرودگاه، دود، همه چیز. به طور کلی شرکت های نظامی اسرائیلی همچنان افزایش سفارش سالانه بی سابقه دارن. در سال 2022 صادرات اونها در سراسر جهان به 12.5 میلیارد دلار بالغ شده. طبق آمار اسرائیل این صادرات که طی 10 سال دو برابر شده، طی سال 50% افزایش یافته. دو عامل رشد داشته: جنگ در اوکراین که ذخایر تسلیحات در اروپا را تمام کرد و سپس ذخایر آنها با محصولات اسرائیلی پر شد، و قراردادهای عادی سازی که با کشور عربی امضا شد که بازار بزرگی برای اسرائیل 20 شرکت دفاعی اسرائیل باز میکنه. یعنی این چیزی که غزه به هم زده، این بازار بزرگ است که کشورهای عربی به خصوص. بنابراین جنگ در یک زمینه اقتصادی بسیار پویا شروع شده. چند ماه قبل بخش صادرات نظامی به اوج خودش رسیده بود. در 19 اکتبر 2023 منابع رسانه از پیشرفت مذاکرات بین آلمان، هلند و شرکت البیت برای خرید سامانه راکت انداز خودکار گزارش دادند، در حالی که قراردادهای دیگری قبلا با مراکش، آذربایجان، رواندا، اسپانیا ارزش 700 میلیون یورو به سر منعقد شد. در اینجا به صورت چیز بکنیم، سرانجام در 27 اکتبر همان ساعت اعلام کرد که تانکای سبرا ساخت شرکت البیت در چارچوب قرارداد بردش 372 میلیون دلار که در سال 2021 به فیلیپین تحویل داده میشه. همینطور تانک سبرا که زبرای در سال 90 به درخواست لشکر زرهی ترکیه مدرن سازی میشد، نام خودش رو از قتلعام سبرا و شتیلا گرفته تانکه، و از شرکت معروف اسرائیلی آمریکایی، شرکت اسرائیلی آمریکایی انتقام و از این طریق چکار میکنن؟ اقتصادات اینا میچرخه. اقتصاد آمریکا به قول معروف اصل محور اقتصاد اسرائیل هم همین تسلیحاتی و اصل محور. خب نظر خاصی اگر دارید آخر نظرتون شگیم از شهرزند مرخص بشیم. باشه، شما فرمودین صبرا اسم تان گشتن، مثل اینا فتح خیبر کرده بودن رفتن تو لبنان زمان آریل شنان. صبرا و شتیله دو تا کمپ بدون مدافع رو به خاک و خون کشتن با اون جنایتکارای مسیحی که طرفدار اینا بودن، سر حداد و اینا که بودن، بعد اینا رو خاک خون کشتن، بعد اومدن فتح خیبر. اصلا این باید ننگ باشه برای شما. ولی چیه؟ انقدر اسرائیل دستش بازه که هر کاری میکنه دنیا اصلا هیچ چی نمیگه، چون دنیا از
1944 که دست غرب و آمریکا افتاده، هر کاری اینا بخوام بکنم، قوانین بین المللی هر کی هر کاری بکنه برخلاف این به زیان اینا باشه، قوانین بین المللی نیست. در صورتی که قوانین بین المللی اینو نمیگه، خودشون هم که امضا کردن نمیگه. اون چیزام که بهتون گفتم اون بی دی اس، یعنی میگه بایکات کنین سرمایه‌گذاری منفی اگه معکوس، یعنی سرمایه‌گذاری کردین سرمایه‌تون رو برگردونین و تحریم. بی دی اس که بعد اسرائیل، بعد شما نگاه میکنید در تمام این روابطی که این چیز داشته، اسرائیل داشته برای آمریکا، گفتیم سلاحی که فرود 12 میلیارد برای آمریکا، سلاحی که میفروشن به نسبت تولید ناخالص ملیش چیزی نیست. یک مش سرمایه داره نفوذ دارن اینا در وزارت خارجه، وزارت دفاع آمریکا و وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا کلن در دست ایناست. اینا تعیین میکنن کی بشه وزیر دفاع، مثل لوید آستین. تا دو هفته قبل اینکه بیاد وزیر دفاع آمریکا بشه، یکی از اعضای مهم شرکت ریتیان بوده. خب اینو وقتی میذارن اینجا، بلینکن که چندین سال در فرانسه اصلا دلال اسلحه بوده که وزیر خارجه شده، ولی مثلا در ایران تا چیز میکنن میگن که میدان و دیپلماسی، میدان و دیپلماسی یکیه. چرا ما یک دونه وزیر یک دونه نظامی وزیر خارجه ما نشده داره؟ شما رفتیم ببینید میترسن که در صورتی که خود آمریکا نظامی شده که پاول امنیتی ها پاول هیگ قبلش الکساندر هیگ، بله امنیتی ها این رئیس سیایه، بله امنیتی ها میشن. و باید شما وزیر خارجه رو یه آدم امنیتی بیاری. الان ببین شما ترکیه رئیس سابقه میتو کرده وزیر خارجهش، رئیس سابقه اداره اطلاعاتش، ولی تو ایران همش نشستن یه گروه غربگرا، یه گروه ضد منافع ملی فقط نشستن که هر چی که به نفع ملت میشه و آمریکا و انگلیس و کانادا ضرر میبینن یا پولا اینا کمتر میره اونجا ناراحتن. فقط همینه بابا، ضوابط ملیتون برای کشورتون میخواد چیکار کنه؟ همش هم نشستن منفی بافی. اسرائیل بهترین اینو داره، اسرائیل بهترین وضع پزشکی رو داره، اسرائیل هر چی داره حتی پتنت ها از آمریکا میدوزن میرن تو اسرائیل ثبت میکنن. اینطوری نیست که پتنت تو اسرائیل شده بعدم گمرک ندارن، هر چی بخوان اینا میرن میان، ویزا هم که لازم نداره اسرائیلیا، میان اینجا میرن سه ماه میمونن میرن برمیگردن. امارات هم که دیدی پایگاه اسرائیلی هست در خلیج فارس، عروض از عدمی که این کشور ساخته شده برای اسرائیل ساخته شده، از همون روزی که 1971 استقلال بهش دادن انگلیس ها، برای این بوده که کمک بشه به اسرائیل، چون میدونستن اون پایگاهشون در خطره. و الان هم میبینی کمک میکنن به اسرائیل، هواپیمای ترابریشون کمک میکنه. نمیگن اینو، یه عده گفتن من درست نمیدونم برای این نمیگم، که حتی تو بمباران غزه هم دست داشتن همین هواپیمای خود امارات. در صورت خواستم این نکته رو بگم. امیدوارم خوب باشید، در صورت شبتون خوش و پیروز و سربلند باشید. خداحافظ.